چرا باید کودک تعریف بشه؟ شاید خیلی بدیهی باشه که کودک چرا کودک تعریف کودک و چرا اینکه کودک باید تعریف بشه. برای اینکه کودکی صرفا ایام خردسالی نیست، کودکی یک پروسه زمانی طولانی مدت هست که معمولا در تعریف‌های مختلف تا 18 سالگی از تولد تا 18 سالگی هست. از این رو ممکنه یک کسی به یک نوجوان 15 ساله نگه کودک، اما در دنیای حقوق این کودک هست. تا 18 سالگی همه افراد کودک هستند و ما به طور مشخص البته سندی نداریم که با تأکید کودکی رو تعریف کرده باشه. تنها سندی که بهش اشاره کرده برای اولین بار در حقیقت در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک هست. در این پیمان‌نامه یک تعریف کلی ارائه میده و اون این که کودک را از این نظر تعریف کنه با این عبارت در اولین ماده از پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک گفته میشه که از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد زیر سن 18 سال است. این تعریف جامع و مانع نیست از نظر حقوقی، یعنی باعث نمیشه که سوء استفاده از این تعریف نشه، برای اینکه میگه از نظر این کنوانسیون. از این جهت این کنوانسیون مطرح کرده برای اینکه میخواد بعد از ماده یک سری حقوق را تعریف کنه و ارائه بده و منظورش اینه که همه کسانی که زیر 18 سال هستن شامل این حقوق میشن. اما ایرادی که به این تعریف وارد میشه اینه که قاطعیت درش نیست و همین موضوع سبب میشه تا اینکه بعضی از دولت‌ها برای خودشون تعریف‌های کمتر از این هم داشته باشن. اون چیزی که امروز خیلی خیلی اهمیت داره حتی در کشورهای پیشرفته اینه که در بعضی عرصه‌ها سن بزهکاری تو کودکان پایین اومده. با پایین آمدن سن بزهکاری کودکان دولت‌ها هم به هر حال می‌خوان نظمشون رو داشته باشن در جامعهشون، سعی می‌کنن که کودک رو پایین تر بیارن و از طرف دیگه کودکان دسترسی به نرم افزارهای بیشتری پیدا کردن. در دنیای مجازی به خصوص ما میبینیم کودکان بالای 10 سال به راحتی توانایی دسترسی به اینترنت و سافت‌ورهای بسیار بالا رو دارن و همین ها میتونه عرصه بزهکاری هم باشه. از این نظر بزهکاری کودکان مورد اهمیت دولت ها هست و دولت ها بعدشون نمیاد سن کودکی رو پایین بیارن. از طرف دیگه این ایام ایامی هست که کودک در حال رشد، بحران‌های بلوغ رو دنبال می‌کنه و باید مورد حمایت قرار بگیره از نظر تعریف‌ها. و از دیدگاه حقوق ایران به خصوص تعریف کودکی اهمیت داره برای اینکه اون چیزی که در قانون مدنی ایران از در حقیقت مرز کودکی و بزرگسالی در ماده 1210 تعریف شده، سن 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران تعیین شده. ماده 1210 قانون مدنی در حقیقت بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه برگزیده شده و بیان شده و ما قبل از انقلاب با این تعریف مواجه نبودیم. قبل از انقلاب همین ماده قانونی با همین شکل اما سن دختر و پسر برابر به صورت یکسان 18 سال تعیین شده بود، اما با اصلاحاتی که در سال 1361 صورت گرفت این سن تغییر کرد. خب این تغییر چه مشکلاتی داره؟ اولا از یه طرف خود تعریف کودکی تفاوت بین دختر و پسر ایجاد کرده، دختر رو 9 سال، پسر رو 15 سال و یک نوع تبعیض ناشی از جنس و تبعیض جنسیتی در تعریفی که در حقوق ایران هست روا داشته شده و از طرف دیگه نگاهی توأم با رفتارهای تکلیف عبادی با تکلیف اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی با هم میکس شده. حالا چه بسا ممکنه کودکی وارد بشه به انجام عبادات و تکالیف دینی، اما همون کودک نمیتونه مسئولیت‌های اجتماعی را بپذیره و در مقابل مسئولیت‌های اجتماعی پاسخگو باشه. از این رو تعریف این سن، پایین آوردن تعریف
خطرناکه. از طرف دیگه روند رشد کودک یک روند تدریجی هست. چون این روند تدریجی است، ما نمیتونیم ناگهان بگیم در این حالت، مثل اینکه در تعریف فقها گفته میشه همین که کودک علائم بلوغ درش ظاهر شد، این دیگه بالغ هست و مسئولیت مطلق داره. و ایراد اساسی که به نگاه فقهی وارده این هست که فقط بلوغ و نشانه های بلوغ را علامت و مرز بزرگسالی و خردسالی قرار داده، در حالی که خود بلوغ یک پروسه هست و این پروسه از نظر علمی ثابت هست که تا سنین 18 و بعض وقتا گفته میشه تا سنین 21 به بالا هم، و که بعضی ها اشاره دارن تا سنین 25 سال هم مسائل بلوغ و بحران های ناشی از بلوغ در افراد ادامه داره و میتونه رفتار اونها رو تحت تاثیر خودش قرار بده.